بسیار خوب دوستان عزیز، خدا رو شکر با تمام تقریبا تمام افرادی که بنده قبلا میاد کردن بفرمایید. خواهش میکنم. خدمتتون بفرمایید. اون ده منهای هشت و منهای دو کردید، این شما فرض بر این بشید که تماما سوخت بشه وام ارزی بانک ها، 80 درصد فرض کردن سوخت بشه، حالا 80 درصد نیست 50 درصد توجه فرمودید، ولی فرضمون باید این باشه که سوخت مقدار زیادی سوخت خواهد شد یا به تعویق خواهد افتاد، یه استراکچرینگ انجام میشه. فقط فرمودید چون قیمت ارز شما بوده مثلا 3 تومن، الان قیمت ارز شما هست، این کسی که وام ارزی گرفته باید با نرخ 15 تومن 16 تومن در بازار تامین کنه. دقیقاً فرمودید، پس مقدار موافقات ارزی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. درسته، حالا اگر فرض کنیم که خب این سوخت کمتر باشه، اگه کمتر اون موقع در ترازنامه بانک چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بله، اون وقت سود نشون میده. مثلا به جای این 8 ببینید اینجا که ما منهای 8 کرده بودیم به خاطر موافقات، شما بذارید منهای 3. از ده منهای 3 منهای 2 میشه 5. راجع فرمودید. منتها این هم دیگه مثلا از 7 به 7000 نمیرسه. مثلا فوقش 10 برابر میشه دیگه، بیشتر از 10 برابر که نمیشه. مثلا 5 7 350 اینجا میذاریم. این مثلا یک مقدار عددی، مثال عددی است که مثال معقولی هست. تبدیل میشه به در واقع از 500 به 850 میرسیم. و این 850 تنها تأثیری که داره در ترازنامه بانک‌ها تأثیر خیلی مهمی داره، چون که مقدار کفایت سرمایه‌شون افزایش پیدا می‌کنه، بنابراین می‌تونن وامدهی داشته باشن، می‌تونن به اقدام به گسترش بازار، سهم بازارشون گسترش بدن. استاد بانک تجارت رو هرچه سریع‌تر الان یک مقدار باید جلو بریم، بعد دوباره برمیگردیم و با هم مباحث رو دنبال می‌کنیم. خیلی خوب، رسیدیم به بحث شیرین محدودیت‌ها برخلق پول گسترده، که پول گسترده هم همان نقدینگی است، همان برادمانی هست. هرچند بانک ها بر اساس تصمیمات وامدهی خود خلق پول می کنند، ولی باید توجه داشت خلق پول بانکی در دنیای واقع بدون محدودیت نیست. اگر بدون محدودیت باشه، من دارم خودم میگم، مقاله نیست، اگر بدون محدودیت باشه اون وقت ممکنه کشوری نظام بانکداری کشوری رو به سمت ابر تورم بکشاند. و فکر نکنید که ابر تورم فقط مرد فقط برای همسایه است، ممکنه خدای نکرده برای ما هم اتفاق بیفته. پس جدی بگیریم این مسئله. در واقع مقاله رو میخونم خدمتتون، در واقع این قیمت وام است که به طور ویژه تعیین میکند تمایل خانواده‌ها و شرکت‌ها برای دریافت وام چه اندازه است. ببینید همین جمله مقاله چی داره میگه، من انگلیسی هم براتون میخونم چون مهم. In particular, the price of loans, that is the interest rate plus any fees charged by banks, determines the amount that households and companies will want to borrow. این چی داره میگه؟ میگه اگر قیمت وام بانکی به درستی تعیین نشه و به نفع خانوارها و شرکتها باشه که هرچی میتونن بیشتر وام بگیرند، اتفاقا ممکنه به سمت ابر تورم هم برویم. یعنی چه؟ یعنی اگر شما تورم انتظاری 40 چند درصد بوده، سیاست در واقع کسری بودجه تا افزایش پیدا کرده، داری پولی میکنی کسری بودجه، یعنی این 40 چند درصد تورم انتظاری هم در نهایت تبدیل خواهد شد به یک تورم 50-60 درصدی، و اون وقت تسهیلات بانکی رو با نرخ 12% و 18% در اختیار افراد قرار میدی و بعد هم اعلام میکنه اون 12% هم میکنم 0%، تقاضا برای تسهیلات بانکی به سمت بی نهایت میروند. بنابراین اگر یک نظارت خیلی جدی در نظام بانکی وجود نداشته باشد، لاجرم همین تفاوت بین نرخ تسهیلات و نرخ تورم در جامعه منجر به ابر تورم خواهد شد. متاسفانه عوامل متعددی بر قیمت وامدهی جدید تاثیر میگذارد. پس دقت بفرمایید، ما از ادبیات سنتی اقتصاد متعارف که معتقد تورم به دلیل نقدینگی، به دلیل حجم نقدینگی و به دلیل رشد کلهای پولی به وجود میاد، به یک در واقع به یک نگرش مدرن رسیدیم که این قیمت وامدهی
مخصوصا نرخ تسهیلات هست که بر میزان سطح پول، میزان نقدینگی در جامعه تاثیر میگذارد و بدین طریق بر تورم تاثیر میگذارد. قیمت وامدهی رو ما چگونه ممکنه تعیین کنیم؟ قیمت وامدهی از طریق سیاست گذاری پولی یا مانیتری پالیسی تعیین میشه. عوامل متعددی بر قیمت وامدهی جدید تاثیر میگذارد که مهمترین آنها سیاست گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان است که بر میزان نرخ‌های بهره مختلف در اقتصاد اثرگذار است. خب ببینید، در اقتصاد نرخ‌های بهره مختلفی وجود داره. ادعای تقریبا تمام بانک‌های مرکزی دنیا این هست که اگر شما نرخ بین بانکی رو به درستی تعیین کردید، سایر نرخ‌ها هم اون نرخ بین بانکی رو فالو خواهند کرد، دنبال خواهند کرد. بنابراین وظیفه سیاست‌گذار پولی که یک شورای است اون نرخ بین بانکی رو تعیین می‌کنه، وظیفه سیاست‌گذار پولی تنها تعیین نرخ بین بانکی است و بانک‌ها باید دستشون باز باشه، آزاد باشه که هر مقدار می‌خواستن در واقع روی سپرده‌ها پرداخت کنن و هر مقداری هم که صلاح بدونن از تسهیلات گیرندگان دریافت. بازار باعث میشه که در واقع این در واقع مقدار تقاضا برای وام و عرضه سپرده به یک ثباتی برسد. پس مشکل حل میشه با تعیین نرخ سیاستی. من همیشه مثال میزنم، در ایران ما یک شورای داریم به نام شورای پول و اعتبار. بنا بوده که این شورای پول و اعتبار شورای سیاست گذاری پولی باشه، ولی مقامات دولت اونجا میشینن. و ببینید خیلی جالبه، تا حالا نشده در طی 40 سال گذشته یکی از مقامات دولتی، یکی از وزرا بره بگه که آقا من باید تقوای الهی پیشه کنم، وظیفه بنده نیست که سیاست گذاری پولی انجام بدم، من نه تخصص این کارو دارم، نه اصلا درست هست که یک وزیر دولتی، یک مقام دولتی اقدام به سیاست گذاری پولی کنه. چرا؟ برای اینکه دولت همیشه با مشکل بودجه مواجه است و اگر همین دولت اقدام به سیاست گذاری پولی کنه، طبیعی است که سعی میکنه راه رو برای اون بخش خاص خود باز کنه. مثلا وزیر کشاورزی در شورای پول و اعتبار عضویت داره، طبیعی است که وزیر کشاورزی سعی میکنه سیاست های پولی به نحوی تعیین شود که بودجه وزارت جهاد کشاورزی کاهش پیدا نکند و با مشکل مواجه نشود. دقیقا فرمودی؟ هست. ببینید، واقعیت این هست که اگر ما میخواییم تورم رو کنترل بکنیم باید سیاست گذاری پولی داشته باشیم، باید سیاست گذاری پولی اونم مستقل باشه. اما این شورای پول اعتباری که من خدمت شما عرض کردم در کشور ما، کاری که انجام میده این هست که اتفاقا تنها نرخی رو که احتمالا تعیین نمیکنه یا برای شورای پول اعتبار انقدر مهم نیست، نرخ بازار به یمان کیست. شورای پول و اعتبار تمام نرخ‌های سود سپرده و سود تسهیلات رو تعیین می‌کنه. من مثالی که معمولاً در کلاس‌ها می‌زنم به این صورت است که فرض کنید ببینید یک اتومبیلی هست که 5 نفر در این اتومبیل نشستن، یک راننده داره و 4 نفر افراد ماشاءالله خیلی قدرتمند، پل شما قوی. این اتومبیل سر هر پیچ که میرسه این 4 نفر از ماشین پیاده میشن و چرخ اتومبیل ها رو میچرخونند مثلا به سمت راست و اتومبیل حدود مثلا 10 سانتی دو میره، دوباره چرخ اتومبیل رو بیشتر به سمت راست میگردونن، دوباره اتومبیل مثلا 20 سانتی دو میره تا اینکه اون پیچ رو بخواد رد کنه، باز مجددا این 4 نفر چرخ اتومبیل رو میگیرن راست میکنن و سعی میکنن چرخ اتومبیل در جهت ماشین قرار بگیره. حالا اتومبیل میتونه در سر پیچ در خیابونی که عمود بر خیابون قبلی بود به حرکت خودش ادامه بده تا باز هم به پیچ جدیدی برسن یا به چهارراه جدیدی برسن و این 4 نفر مجددا پیاده شن و سعی کنن که تغییر جهت جدیدی رو صورت بدهن. این وضعیت شورای پول اعتبار در ایران است. حالا تصور رو فهمید یک کیانوشی پیدا شده این وسط که میاد میره در این در واقع جنگلی که وجود داره، میگه که آی کیو شما لازم نیست تمام این چرخ‌ها رو بگردونید. هر اسمشو بگذارید، حالا نمیدونم بانکداری مدرن، بانکداری بومی، بانکداری اسلامی، حالا هر اسمی می‌خواید روش بگذارید. اصلا احتیاج به این کارو ندارید شما. شما فقط اون نرخ بین بانکی‌ها رو تعیین کنید، مسئله حله. یعنی به این کسانی که در این اتومبیل نشستن
میگه دوستان عزیز، شما لازم نیست سر هر پیچ از ماشین پیاده بشید و چرخ ها رو تغییر جهت بدید و دوباره چرخ ها رو در راسته ماشین قرار بدید و باز سوار ماشین بشید. اصلا اینکه این کارا نیست. این اتومبیل یک وسیله ای داره به نام فرمان. این فرمان هم هیدرولیکه، با یک انگشت کوچک، با این انگشت کوچک هم شما بذارید فرمان میتونید بچرخونید. اون راننده ماشین باید این فرمان رو تغییر جهت بده که شما بتونید این اتومبیل راحت در سر پیش بپیچید. خب برای انسانی که قبلا کارکرد فرمان رو دیده، خب یه چیز خیلی عادی و مسخره است این مثالی که بنده زدم، ولی فرق همون که این اهالی این ده تا به حال اصلا واقعا کارکرد اتومبیل رو درست نمیدونستن که به چه نحو اتومبیل حرکت میکنه، به چه نحو تغییر جهت میده. خب اینها عادت کردن که چرخ اتومبیل رو بچرخونن. همه هم قول شما هم ماشاءالله همه با استعدادن. خب طبیعی است که قبول نکنن که از اون فرمون استفاده کنن تا وقتی که با چشم خودشون ببینن که در سایر کشورها یا در سایر اتومبیل‌ها خیلی راحت‌تر این سیاست گذاری پولی انجام میشه و بسیار کاراتر است این کشوری که سعی می‌کنه این چرخ‌ها رو با همدیگه سر پیش بچرخونه. بسیار بریم جلوتر. از منظر جیمز توبین، جیمز توبین برنده جایزه نوبل در زمینه پول، ایشان در ادعاات و نوآوری‌های گسترده‌ای داشته است. عجیب اینجاست که سالیان سال این مباحث مسکوت ماند تا اینکه بحران سال 2008 به شکل گرفت. اتفاقا افراد برگشتن عقب و دیدن که چند دهه پیش یکی از برندگان جایزه نوبل به نام جیمز توبین مسئله درون‌زای پول رو مطرح کرده بوده و مسئله محدودیت‌های حاکم بر فرد پول و بانکی رو مورد بحث قرار داده بوده. ببینید آقای جیمز توبین چقدر چند سال از جامعه خودش جلوتر بود و این مباحث به تازگی موضوع مجادله بین تعدادی از مفسران اقتصاد قرار گرفته است. پس بعد از بحران 2008 از سال 2010 به بعد کم کم برگشتیم به ادبیات آقای جیمز توبین. در اقتصاد مدرن سه محدودیت اصلی خرق پول بانک ها را کنترل می‌کند. اینها رو من چون قبلا خدمتتون یه مقدار شرح دادم سریع‌تر جلو می‌رم. به خصوص یک محدودیت وام به اون خدمت شما بده. نیروهای بازار وام دهی رو محدود میکنن چون هر بانکی باید قادر باشه وام های سودآور بده و چون فرصت های وام سودآور محدود است عملا وام دهی محدود میشه. و دومیش هم خدمت رو بخونم، همچنین تسهیلات بانک های بانک ها با محدودیت رو بروز چون بانک ها باید گام هایی بردارن تا ریسک های مرتبط با اعطای وام های اضافی را کاهش دهند. دقیقه فرمایید اینجا واقعیت این هست که اگر بانک ها بخواهند سودآور بمانند در محیط رقابتی فرصت ها بی نهایت نیست. دقیقه فرمایید بنابراین اگر بانکی بخواد گسترش بازار بده، یعنی بره به سمت اینکه خلق پول بدون توجیه انجام بده، باید تسهیلات به افرادی بده که یا این وام باز نمیگردد یا اینکه باز هم میگردد در واقع اون سود تسهیلاتی که طلب میکنه به اندازه ریسک نیست. یعنی بانک اگر یک در واقع تحلیل بازده ریسک داشته باشد به جای خواهد رسید که به سقف خودش انظر تسهیلات نیست. پس بنابراین بانک خصوصی در محیط رقابتی خود عامل کنترل خرابی نیست. اما اگر بانک هدف دیگری بجز سودآوری داشت، هدف دیگری بجز کسب و کار داشت، مثلا بانک تصمیم گرفت، یک بانک تصمیم بگیره که چه کنه، مثلا بانک تصمیم بگیره مثلا فعالیت خیریه انجام بده یا در جهت توسعه کشور مثلا قدم بردار و اقدام به خلق پول برای توسعه کشور بکنه، به راحتی ممکنه که همین یک بانک شرایط رو به نحوی تغییر بده که اقتصاد بره به سمت تورم‌های بالا و ابر تورم. هم می‌گردم به سوال که رو قبل البته خدمتتون توضیح دادم، مجددا خدمتتون عرض می‌کنم که اولین محدودیت وام‌دهی این هست که اگر بانک‌ها در یک محیط تجاری رقابتی اقدام به فعالیت کنند و هدف بانک سودآوری باشه و هدف بانک از اعطای تسهیلات بازگشت تسهیلات با سود باشد، در این نظام
و بانک خصوصی باشد، در این نظام بر فرصت‌های سوداوری محدوده، فرصت‌های وام‌های سوداور محدوده و عملاً وام‌دهی محدود میشه. عملاً وام‌دهی محدود میشه. چرا؟ برای اینکه بانک باید یک تحلیل بازده ریسک انجام بده و در این تحلیل بازده ریسک نمیتونه از یک حدی بیشتر اقدام به تسهیلات دهی کنه. چون یا باید ریسک رو افزایش بده یا باید قیمت بانک رو کاهش بده و در هر دو صورت بانک در نهایت ضرر خواهد کرد. اما اگر هدف بانکی سوددهی نباشد، مثلا فعالیت خیریه باشد یا توسعه منطقه‌ای باشد یا توسعه کشور باشد، ممکنه به وضعیتی دچار بشیم که تورم افزایش پیدا کنه و حتی کشور به سمت ابد تورم برود. این دقیقاً عکس خانشی است که یکی از جناح‌های اقتصادی کشور از مسئله خرج پول داره. و اتفاقا خیلی جالبه که همین جناح که دوستان اقتصاد مقاومتی هم هستن در اینشون، همین جناح اتفاقا به همین مقاله استناد میکنن. یکی از دلایلی که من این مقاله رو برای شما کلمه به کلمه، جمله به جمله و پاراگراف به پاراگراف میخونم این هست که استناد به این مقاله زیاده. البته مقاله بی‌نظیره، مقاله بسیار خوبی، ولی استناد شده به این مقاله و در مقابل مطالبی گفته شده که مطالب درست نیست و این مقاله در واقع اون مطالب رو مطرح نکرده. مسئله دیگر در محدودیت‌های وام‌دهی مقررات تنظیمگری است. مقررات تنظیمگری یا مقررات احتیاطی بانک‌ها یا مقررات نظارتی بانک مرکزی یا ناظر بانکی در بانک‌ها. مقررات تنظیمگری نیست، فعالیت بانک‌ها رو محدود می‌کنه. ما بدین وسیله از تجمع تدریجی ریسک ها جلوگیری کنیم. تجمع ریسک ها تهدیدی در ثبات نظام مالی است. پس فقط بفرمایید، پس فقط بازار آزاد در نظام بانکی پاسخ نمیدهد. علاوه بر لزوم وجود بازار آزاد در نظام بانکی، حتما باید تنظیمگری یا نظارت بر نظام بانکی هم وجود داشته باشه. و مهمترین مقررات تنظیمگری، مقررات کفایت سرمایه. چرا؟ چون اگر بانک‌های خصوصی سرمایه سهامداران رو به کار بگیرن، اون وقت سهامداران به خاطر اینکه نمی‌خوان ثروت خودشون از دست بدن، بر بانک نظارت ویژه انجام خواهند داد. بریم سراغ محدودیت بعد. اما محدودیت دارندگان پول بسیار جالب. خانوارها و شرکت‌هایی که پول تازه خرج شده را دریافت می‌کنند، ممکن است مبادلاتی انجام دهند که پول خرج شده بی‌درنگ محو شود. مثلا بازپرداخت مانده وام‌ها موجب چنین اتفاقی می‌شود. خب دقت بفرمایید، این رو ما حالا بعداً خدمتتون توضیح می‌دیم. به نظر این البته نظریه آی توبی است و بسیار جالبه، بسیار جالبه. یعنی آی توبی میگه که ساختار تجارت و ساختار در واقع نابرابری در یک اقتصاد موجب خواهد شد. در یک اقتصاد وقتی که شما تزریق پول انجام میدید، خلق پول در اقتصاد انباج شود و موجب تورم شود، ولی در اقتصاد دیگری خلق پول موجب بازپرداخت پولهای دیگری خواهد شد. الان اوراق گامی که به وجود آمد یا اوراق سکوتی که توسط بانک ملی به وجود آمده، اتفاقا از همین مباحث این اوراق در واقع استفاده کرده، ولی به باور بنده متوجه نشدن که در واقع نظام پولی اصلاح شود، نه اینکه یک پول جدیدی به وجود آورن. در واقع این اوراق چیه؟ اوراق اینه که من به شما وام میدم، مثلا به جای که پول به شما بدم یک اوراق میدم که شما این اوراق رو میتونید به فرد دیگری بدید. چرا بانک اومده این اوراق رو به بانک مرکزی یا بانک ملی به این صورت مطرح کرده؟ چون میگه بعدا من در کامپیوترم تمام این گردش این اوراق وجود داره و در مواقعی میتونم اینها رو با هم دیگه تاق بزنم، نتینگ انجام بدم و اوراق رو حذف کنم. اما احتیاج به چنین کاری نیست. اگر نقل و انتقالات و مبادلات در جامعه به درستی صورت بگیره، اتفاقا به خودی خود شما وقتی یک وام جدید به وجود می آورید، معمولا وام جدید
موجب باز پرداخت مانده وام های قبلی می شود و به این دلیله که اتفاقا شما ملاحظه می فرمایید علی‌رغم رشد تسهیلات در جوامع پیشرفته اما مطلقا تورم ندارند و حتی علی‌رغم رشد های شدید پای پولی شما ملاحظه می کنید نقدینگی به بدان حد رشد نمی کنند. بسیار آقای آرش فرمودن که آرش بفر داری افزایش پای پولی بعد از خروج از رکود مشکلی پیش نمی آورد. آقای آرش بستگی دارد که آیا شما بعد از در واقع در اقتصاد شما آیا عملیات بازار باز انجام می شود؟ اگر عملیات بازار باز انجام بشه و آحاد جامعه اطلاع داشته باشن به محض اینکه نقدینگی موجبه در واقع تورم شود بانک مرکزی عملیات معکوس انجام میده، در چنین جامعه اصلا انتظار تورم شکل نمیگیرد که پایه پولی بخواد مشکل داره رو برای این مکانی استاد ببخشید فکر کنم توی این محدودیت دوم مثلا تو جوامعی مثل ایران که تورم فزاینده مداوم داره اتفاق نیفته، یعنی وام های جدید برای باز پرداخت وام های پیشین به کار گرفته نشه، درسته؟ شما جهت علیت رو معکوس فرمودید، شما جهت علیت رو متاسفانه معکوس فرمودید. دوستان سوالی که شما فرمودید در عکس هست، یعنی دلیل این که ما در کشور تورم یکی از دلایل متعدد داره. من همیشه میگم که شما حالا من آقای جلیلی چون که صداتون این مقداری صدا رو دچار خدشه میکنه با اجازهتون دوستان دقت بفرمایید، من بعضی وقتا صحبتم این هست که تصادف معمولا از اشتباهات چند جانبه صورت میگیره، یعنی مثلا راننده هر دو اتومبیل مشکل داشتن، یعنی مقررات رعایت نکردن، جاده مشکل داشته، چراغ راهنمای رانندگی کار نمی‌کرد، جاده خیس بوده، وسط بارندگی بوده، افراد حواسشون نبوده، فقط تصادف مرگبار شده. اقتصادم بی دلیل به سمت اول تورم نمیره. الان بیش از ۱۱۰ کشور جهان تورم زیر 10% ببخشید زیر 3% دارن. بیش از 110 کشور تورم زیر 3% داره. الان فقط شاید 5 یا 6 کشور جهان هستن که تورم بالای 10% داره. نادقده فهم تورم دلایل متعدد داره. یکی از دلایل این هست که ساختار برابری درآمد با ثروت در کشور ما مناسب نیست. به نظر من انباشت ثروت خودش تورم است. به دلایل متعدد هرچند که در کوتاه مدت وقتی شما پول رو به دهکمه های درآمدی منتقل می کنید سطح مصرف این افراد افزایش پیدا می کنید، اما در مورد اینکه کدوم سیاست ضد تورمی است از نظر برابری اقتصادی این باید روش بحث بشه، ولی بدانید که ممکن است ساختار نقد و انتقالات در جامعه به نحوی شکل بگیره که افرادی که وام گرفتن پول جدیدی دستشون بیاد، منابع به سمتشون هدایت بشه و اونها وام های قبلی رو پس بدن. اگر چنین شرایطی پیش بیاد به یک تعادلی بین خلق پول و حذف پول یا محو پول میرسیم و دیگه مشکل رشد سرسام آور نقدینگی و رشد در واقع مشکل تورم رو نخواهیم داشت. برمیگردم بازم خدمتتون هستم دوستان. صدای من ببینید سیستم گام اینطوری است. سیستم گام به نظر من موفق نخواهد بود. سیستم گام هدف این است که ما یک تسهیلاتی به وجود میاریم، ما تسهیلاتی به وجود میآوریم و سعی کنیم از این تسهیلات استفاده کنیم، تسهیلات گذشته رو باز پرداخت کنیم. این تنها و تنها در یک سیستم جامع پولی ممکنه ایجاد بشه که در واقع گام تبدیل بشه به یک پول جدید، یعنی ریال رو با گام جایگزین کنیم. خب انجام بده. ولی اگر تصور میکنن دوستانی که این سیستم رو بیدیو بودن که این اوراق گام نقش پول ندارد در اشتباه هستن، یعنی یا این اوراق در جامعه گردش پیدا میکند و آن وقت این اوراق هم مصداق خلق پول هست، یا این اوراق در جامعه انتقال پیدا نمیکند که اتفاقا از جنبه دیگر این اوراق شکست خواهد کنید. بنابراین این اوراق حالا میبینید
ای کاش بالاخره این شورای نقدینگی که ببینید بضاعت کشور ما در همین حده. من تقریبا خبر دارم شاید به جز بنده قریب به اتفاق متخصصان اقتصاد کلان و متخصصان کلی کشور در شورای نقدینگی بانک مرکزی حضور داشتن. بضاعت کشور از این حد بیشتر نیست. بضاعت کشور در این نیست که بتونم در واقع یک راهکارهای مناسبی رو ارائه بدم. آقای جلالی سوال خیلی خوب فرمودن. گفتم چقدر کیفیت ضمانت های تسهیلاتی که بانک ها از وام گیرندگان میگیرند در مهر خود میتواند تاثیرگذار باشد؟ هر چیزی که بتواند بازگشت تسهیلات را تضمین کند مورد تایید است. منتها معمولا ضمانت های مثل وثیقه، ودیعه و یا مثلا حالا ضمانت های شخصی اینا معمولا کار نمی کنند. The first way out، اولین روشی که تسهیلات ممکنه به بانک برگردد is cash flow، یعنی باید اون بزنس میبایست اون بزنس در واقع میبایست اون کسب و کار خاص در واقع جریان نقدی مناسبی داشته باشه. بنابراین شما برو 10 تا ملک هم بگید به عنوان وثیقه، ولی در نهایت وقتی که بنا شد که کار بانک به ملک رسید، به وثیقه رسید، تقریبا همیشه بانک ضرر میکنه. به ندرت بانک میتونه پول خودشو دریافت کنه. داخل خانواده در تخصیص مورد همین خلق و محو پول و تسهیلات توی بانک داشتید، میخواستم ببینم که این داستان گاورننس بانک ها که حالا شما تفکیک کردید، گفتید یه مدل خصوصی هست که بر پایه سوداوری شکل میگیره، یه مدل هم حالا عمومی هست که بر پایه منافع کشور و اینها. ولی الان مدل گاورننس بانک‌های ما قریب به اتفاقشون یه جورایی نه اینه نه اون، یعنی یه جورایی ترکیبی است از هدایت جریان نقدینگی به سمت بیزینس‌های خاص که یه بخشی شامل در حقیقت اون کسایی میشه که ارتباطات ویژه دارن، رانت‌های خاص در اختیارشونه، یه بخشش هم هدایت میشه به سمت سرمایه گذاریه که خود بانک متولیشه، یعنی اصلا سهامدارشه. من میخوام ببینم این مدل گاورننس چه تأثیری داره روی این بحث خلق و محو پول. خب ببین سوال خیلی تأثیری داره یا نداره؟ بله سوال خوب خیلی خوب فهمیدید. ببین گاورننس یعنی چی؟ گاورننس از یک مفهوم بیرون اومده که اتفاقا چند نفر هم روی این مفهوم برنده جایزه نوبل شدن دیگه، مثل آقای اکرلاک. و خب من میکروفونم این برنده کسی من دکتر برسه. ببینید گاورننس یعنی این که من عرض کردم خدمتتون بانک باید خصوصی باشد و سوداوری هدف بانک باشد. بعد این در واقع میرود به سمت این که از ریسک های زیاد اجتناب کند، میرود به سمت این که بهترین تسهیلات رو ارائه بده. اما این یک شرط داره و اون هم این هست که منافع مالک بانک و مدیر بانک هم راستا باشد. این رو ما تحت عنوان مبحث گاورننس یا حکمرانی میشناسیم. فقط فرمودید که این تعارض منافع به وجود نیاد. علاوه بر اینکه تنظیمگری در ایران وجود نداره، نظارت بانکی وجود نداره، اصلا از نظر قانون ناظر بانکی ما نداریم. فقط هم یک معاونت نظارتی بانک مرکزی دارد ولی ابزاری ندارد. دقیقا هم یک مؤسسه مالی اعتباری بوده، اسم نمیارم، مؤسسه مالی اعتباری بوده که این مشکل داشته. نظارت بانکی اعتراض کرده و جریمه کرده مؤسسه مالی اعتباری. مؤسسه مالی اعتباری رفته دیوان عدالت اداری شکایت کرده. بازرسان بانک مرکزی که نظارت میکردن بر اون مؤسسه مالی اعتباری دستگیر کردن، انداختن زندان. دقیقا فرمودید خب معلومه این اختلاس های چند ده هزار میلیارد تومانی از کجا به وجود میاد؟ از همینجا، از همین خلل های قانونی این اختلاس های بزرگ شکل میگیره. این که 35 هزار میلیارد تومان مؤسسات مالی اعتباری در واقع مشکل به وجود میآورند و کمبود دارند و دولت از جیب من و شما، از جیب همه مردم، از جیب فقرا، از جیب دهک های اول و دوم سوم درآمدی میکشه و به این مؤسسات مالی اعتباری میده. مسئله دیگر گاورننس است، یعنی از ترکیب اعضای هیئت مدیره چگونه باشه.
مدیران بانکی به چه نحوی می شود. این مفهوم اصلا در ایران وجود نداشته، یعنی آقای نداری که زحمت کشیدن مطلب رو مطرح کردن اصلا این مفهوم وجود نداشته. یک سال از خدا رو شکر هر کارشناس کشور آگاه شدن از این قضیه، در بعضی از اندیشکده ها اینها حضور دارن و آگاه شدن، و من خیلی امید دارم که در قانون بانکداری جدید این مسئله گاورننس و مسئله حکمرانی روش تاکید بشه و بیاد. اکثر قریب به اتفاق مدیران بانکی ما فاصله بسیار زیادی با استانداردهای بین‌المللی دارن، اکثر قریب به اتفاق. یعنی مثلا کسی که از نظر فردی که بسیار متبهر شناخته میشه در اعضای هیئت مدیره بانک ها، در این 300 نفر تا 400 نفر مثلا مدیران عالی بانک ها، خب اون فردی که مشهور شده به این دلیل مشهور شده که مثلا در یک شعبه در یک بانک خارجی چند روز کار کرده، دقیق بفرمایید، در یک شعبه، اونم مثلا در حالا در یک کشوری که حالا وضعیت بانکداریش هم اون زمان اینقدر مناسب نبوده، و متاسفانه فاصله ما با فاصله استانداردهای بین‌المللی خیلی بالاست. مسئله وام های در واقع اوراق با پشتوانه وام مسکن رو در بعد از چه خدمتتون توضیح خواهم داد، بعد از کلاس خدمتتون توضیح خواهم داد در کورس شما. برگردیم سر کارمون دوستان. با اجازهتون من سریع تر جلو برم. سیاست پولی بانک مرکزی از طریق تعیین نرخ های بهره در اقتصاد بر میزان وامی که خانوارها و شرکت ها تمایل به دریافت دارن اثر میگذارند. این اتفاق به صورت مستقیم و غیر مستقیم میزان تقاضای وام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پس مهمترین محدودیت اصلی و نهایی بر خلق پول سیاست پولی است. اگر سیاست پولی در کشوری وجود نداشته باشد، خلق پول هم کنترل نمی‌شود. تورم دائمی است و تورم دائمی یعنی رواخالی دائمی. اگر واقعا مسئولان کشور می‌خوان جلوی اقتصاد رقابی رو بگیرن، باید سیاست گذاری پولی رو همون طوری که در کشورهای پیشرفته به وجود آمده و کارتگرسیان مناسبی هم بشه در ایران به وجود بیاورن. میتونیم از افغانستان و از عراق درس بگیریم در این زمینه. نرخ بهره وام های اعطایی از سمت سیستم بانکی به صورت مستقیم روی تقاضای وام اثر میگذاره. بنابراین وقتی نرخ بازار بین بانک تغییر کنه، نرخ وام های اعطایی تغییر میکنه، از تقاضا برای وام های اعطایی تغییر خواهد کرد. و همچنین نرخ بهره از طریق آثار کلی سیاست گذاری پولی بر فعالیت های اقتصادی به صورت غیر مستقیم بر میزان تقاضای وام اثر می‌گذارد. یعنی وقتی که سیاست پولی بانک مرکزی کشور با عنوان مثال انقباضی است و شما می‌بینید نرخ های بهره در حال افزایش است، اصلا افراد به بانک مراجعه نمی‌کنند. خیلی از افراد می‌خوان تسهیلات دریافت کنند، چون مشاهده نرخ بازار بین بانکی یا نرخ سیاستی مشاهده پذیری بالایی داره. پس به طور غیر مستقیم از این طرف وقتی شورای عملیات سیاست پولی مثلا در آمریکا FOMC Federal Open Market Committee وقتی نرخ بهره رو بالا می‌داره، لاجرم افراد زیادی در اقتصاد کلا پیام رو دریافت می‌کنن، سیگنال رو دریافت می‌کنن و مقدار تقاضا برای وام کاهش پیدا می‌کنه. به عکس وقتی FOMC ناگهان نرخ بهره را از حدود 2% به 0 کاهش بوده، خب افرادی هستند علاوه بر ریسک‌های کرونایی که در اقتصاد هست اقدام به دریافت وام می‌کنند. نتیجه اینکه بانک مرکزی انگلستان می‌تواند تضمین دهد که رشد پول با اهداف اصلی سیاست پولی یعنی نرخ تورم پایین و بازخورد سازگار. این هم مطلب بزرگی بوده. الان در یکی از معدود کشورهای جهان هنوز افرادی هستند که واعظان تورم هستند، یعنی معتقدن که برای رشد اقتصادی ما نیاز به تورم داریم، در حالی که تقریبا در دنیا پذیرفته شده که تورم پدیده خبیث است. پس هم دنیا به دنبال این هست، سیاست گذار پولی به دنبال این هست که هم نرخ تورم رو کاهش بدهد و در سطح بسیار پایین نگه دارد، و همین که تغییرات نرخ تورم باثبات باشه، بنابراین سطح عمومی قیمت ها پیش بینی پذیر باشه. این پیش بینی پذیری رو آحاد اقتصادی احتیاج دارن تا بتونن سرمایه گذاری انجام بدن. خب ما این محدودیت ها رو قبلا که گفتیم، الان یک بار دیگه سریعتر خدمتتون مطرح خواهیم کرد. اون شکلی که جلسه پیش خدمتتون نشون دادم، شکل یک در واقع ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه نظام بانکی و ترازنامه
یک وام گیرنده رو نشون میداد که قبل از وام و پس از وام به چگونه هست. حالا اون شکلی رو ما الان دوباره مورد بررسی قرار میدیم، مثلا نوع شکل دیگری که کاملتر هست و وجوه دیگر قضیه رو نمایش میده. بنابراین من سریعتر خدمتتون میخونم، بعد میشم تا به شکل دو برسیم. شکل یک نشان داد چگونه در نظام یک پارچه بانکی وام ها در ابتدا متناظر با سپرده ها خلق میشوند، اما این بدان معنی نیست که هر بانک منفرد میتواند آزادانه وام دهد و بدون محدودیت قرض پول کند. این سوالی بود که بارها و بارها و بارها دوستان کردند، یعنی دوستان این مسئله براشون به وجود آمده بود که اگر بانک میتواند تنها با تایپ عدم، تنها از طریق فشار انگشت بر صفحه کلید میتواند قرض پول کند، پس به راحتی اقتصاد به سمت تورم میرود و از سوی دیگر به راحتی بانک میتواند اعمال در واقع اقدام به دریافت سود کند، اقدام به خلق ثروت کند. من خدمت رو عرض کردم که اولا که خلق پول با خلق ثروت متفاوت است. پول برای من و شما پول هست، ولی سپرده بانکی برای بانک در واقع یک بدهی است و وقتی بانک اقدام به خلق پول می کند، مشخصا هر دو طرف ترازنامه رو با هم بزرگ می کند. یعنی دارایی بانک همون تسهیلاتی است که در واقع اعطا می کند و بدهی بانک اون مقدار سپرده است که متناظر با تسهیلات ایجاد شده است. دقت بفرمایید. اما مطلبی که اینجا بانک مرکزی انگلیس روش تاکید میکنه اینه که این مبحثی که ما مطرح کردیم برای خلق پول کل نظام بانکی است، نه خلق پول تک بانک. اگر همه نظام بانکی مثلا داره با رشد 10% خلق پول میکنه، حالا یک بانک بیاد با رشد 20% اقدام به خلق پول کنه، این بانک باید یک مزیت ویژه داشته باشد، مثلا مزیت تکنولوژی داشته باشد، مثلا اولین بانکی است که موبایل بانکینگ رو در اختیار جامعه قرار داده. این بانک میتونه سهم بازار بگیره، اما از طریق اعطای تسهیلات، سیاست‌های تهاجمی تسهیلات دهی، بانک‌ها معمولاً نمی‌توانند به اقدام به کسب ثروت و کسب سود کنند. دقت بفرمایید، مباحث درون‌زای پول مربوط به کل شبکه بانک های تجاری است، نه یک بانک منفرد. خب علت این است که بانک ها باید در یک بازار رقابتی اقدام به وام‌دهی سودآور کنند و اطمینان یابند که ریسک های مرتبط با وام‌دهی را به حد کافی مدیریت می کنند. بانک ها بابت دارایی های خود از قبیل وام ها مبلغی تحت عنوان بهره دریافت می کنند، حالا شما بگید سود، اما آنها همچنین بابت بدهی های خود مانند حساب های پسنداز معمولا بهره می پردازند. مدل کسب و کار یک بانک متکی بر دریافت نرخ های بهره بالاتر از وام ها یا سایر دایره ها نسبت به نرخی است که بانک بابت سپرده ها یا سایر بدهی های خود می پردازد. این جمله رو دقت بفرمایید، این جمله یک مقداری مباحث گذشته مقاله رو که من یک جاهای تصحیح کرده بودم خدمتون اینجا کاملا مشخصا نشون میده که موضع مقاله هم با موضعی که من قبلا خدمتون مطرح کردم کاملا یکیست. چه بود؟ مقاله میگفت بانک ها فقط اینترمیدیری نیستن، واسطه نیستن، بلکه بانک ها خالق پول هم هستن و من تأکید میکردم که بانک ها واسطه هم هستن، خالق پول هم هستن، ولی نقش خالقیت پول مهمتر است. حالا یه مورد دقت بفرمایید، اینجا بر نقش واسطه‌گری بانک تاکید می‌شود. A bank's business model relies on receiving a higher interest rate on the loans or other assets than the rate it pays out on its deposits or other liabilities. این داره چی میگه؟ میگه بانک فقط زمانی سود می‌کنه که یک مقداری سپرده دریافت می‌کنه، یه سودی رو سپرده می‌کنه، یک مقداری وام میده، یک سودی روی وام میگیره. اگر مقدار سودی که از وام میگیره و هزینه هایی که این وام دهی داره نسبت به سودی که روی سپرده میپردازه و هزینه هایی که سپرده گیری داره بالاتر باشه، بانک سود کرده، وگرنه بانک ضرر میده. خب ما برگشتیم به همون بانکداری اقتصاد متعارف. بانک ها برای اینکه سودآور باشن باید در واسطه گری موفق باشن. نرخ های بهره دارایی ها و بدهی های بانک به نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی انگلستان
یا نرخ بانک مرکزی در کل دنیا بستگی دارد که به شکل محدودیت نهایی بر خرج پول عمل می‌کند. بانک تجاری از تفاوت بین بازده انتظاری در دارایی‌ها و بدهی‌های خود برای پوشش دادن هزینه‌های عملیاتی و سودآوری استفاده می‌کند. این در واقع یعنی بانک باید به واسطه‌گری خود ادامه بدهد. بانک منفرد برای اینکه وام بیشتری بدهد معمولاً باید نرخ وام خود را نسبت به رقبای خود پایین‌تر آورند تا خانوارها و شرکت‌ها را به گرفتن وام بیشتر ترغیب کنند. این نکته بود که قبلا خدمتتون توضیح دادم. وقتی ما در مورد درون‌زایی پول صحبت می‌کنیم، وقتی در مورد خلق پول صحبت می‌کنیم، در مورد خلق هماهنگ پول orchestrated، یعنی مثل یک ارکستر همه با هم دیگه خلق پول افزایش می‌دهند. در مورد خلق هماهنگ پول ما داریم صحبت می‌کنیم، نه خلق پول توسط یک بانک خاص. اگر یک بانک خاص بخواد اگریسیو باشه، بخواد تهاجمی عمل کنه، باید نرخ سود رو، نرخ سود تسهیلات رو نسبت به سایر بانک‌ها کاهش بده. به محض اینکه یک بانک اهدا شود، به احتمال زیاد سپرده‌هایی را که بانک به واسطه وام‌دهی خلق کرده یا خلق کرده است، به بانک‌های رقیب ببازد، می‌بازد. فقط فرمودید، به محض اینکه یک وام اعطا شود، به احتمال زیاد سپرده هایی را که بانک به واسطه وام دهی خلق کرده است به بانک های رقیب میبازد. پس بنابراین اگر بانک تسهیلات به وجود آورد، این تسهیلات به زودی از بانک خارج میشه. اگر تسهیلات از بانک خارج، یعنی سپرده از بانک خارج بشه، بانک باید معادل اون مجددا سپرده جذب کنه. بنابراین وقتی بانک تهاجمی عمل میکنه، هم سودآوری تسهیلات دهی بانک کاهش پیدا میکنه، هم هزینه سپردگیری بانک افزایش پیدا میکنه. هر دوی این عوامل هم بر سودآوری عملیات تسهیلات دهی یک بانک منفرد و هم بر مقدار وام گرفته شده تأثیر میگذارند. برای مثال فرض کنید یک بانک نرخ وام خود را تا حدی پایین آورد که یک خانوار به گرفتن یک وام رهنی برای خرید خانه ترغیب شد. لحظه ای که این وام رهنی اعطا می شود، حساب خانوار با سپرده جدید استانکار می شود. و به محض اینکه خانوار خانه را خرید، سپرده جدید خود را به فروشنده خانه، به حساب سپرده فروشنده خانه انتقال می دهد. بنابراین طرف وام می گیره. امروز وام در اون حساب سپردهش قرار می گیره. فردا این پول رو به فروشنده ملک تقدیم میکنه و این سپرده خارج میشه، از حساب خریدار خارج میشه، به حساب سپرده وارد، به حساب فروشنده وارد میشه. این خریدار و فروشنده با احتمال کمی در داخل یک بانک از حساباشون، پس حسابهای این دو در دو بانک متفاوت هست. پس پولی رو که بانک الف خلق کرد در فاصله چند روز به بانک به انتقال پیدا میکنیم. خریدار یک دارایی جدید، یعنی خریدار یک دارایی جدید و یک بدهی جدید به شکل وام جدید دارد. فروشنده در عوض ملک خود پولی را که به شکل سپرده بانکی دریافت میکنند. احتمال زیادی دارد که حساب فروشنده در بانکی متفاوت از بانک خریدار باشد. بنابراین وقتی معامله انجام میشود، سپرده های جدید به حساب فروشنده منتقل خواهد شد که در ردیف ببخشید دوم شکل دو آمده است. خب دقت بفرمایید، اینجا الان تصویر جدیدی است که حالا ما در واقع یک شمای بهتری از مسئله خرق پول داریم. خب الان ما در رازنامه در واقع خریدار و فروشنده رو قبل از وام گرفتن، زمانی که خریدار خانه وام رهنی را می‌گیرد و زمانی که از سپرده‌های جدید خود برای پرداخت پول به فروشنده خانه استفاده می‌کند، اینجا ما داریم. ببینید، ترازنامه خریدار و فروشنده قبلا به این صورت بوده. ترازنامه خریدار فرقی نداره، خریدار این مقدار سپرده داشته، این مقدار اسناد مسدود مثلا در جیبش بوده و یک مقدار بدهی در طرف بدهی‌ها، مثلا یک بدهی غیر پولی داشته، مثلا خریدار صاحب این سپرده و اسناد مسدود بوده. همین فروشنده خانه دقیقا مثل خریدار بوده، ولی یک دارایی غیر پولی که خانه باشد هم داشته.
و در مقابل حقی بر اون دارایی غیرپولی داشته که تحت عنوان طرف بدهی نشین. حالا خریدار میره یک وام جدیدی معادل ارزش اون منزل، ارزش اون ملک دریافت میکنه از بانک. بنابراین تراز دو طرف ترازنامه خریدار رشد میکنه. در طرف بدهی ها یک وام جدید یا یک بدهی جدید خریدار داره و در طرف دارایی ها در سپرده خودش معادل ارزش خرید خونه رو داره. در طرف بعد چه اتفاقی میفته؟ و از اون طرف فروشنده هیچ تغییری نکرده ترازنامه. در اسلاید بعدی، در قسمت بعدی ملاحظه میفرمایید در اینجا ببینید در طرف راست این شکلی که الان ملاحظه میفرمایید، در این اسلاید ملاحظه میفرمایید که جای دارایی غیرپولی خانه و سپرده جدید عوض شد، یعنی خانه منتقل شد به خریدار خانه و سپرده یا پول منتقل شد به فروشنده خانه. خب حالا اگر فروشنده خانه حسابش در یک بانک دیگری باشه چه اتفاقی میفته؟ حالا حساب بانکی رو ببینید. قبل از ترازنامه بانک ها، قبل از وام دادن، بانک فروشنده و بانک خریدار کاملا ترازنامه‌شون شبیه هم بوده. بانک یک مقدار ذخایر داشته، یک مقدار اسکناس مسکوت به عنوان دارایی و به عنوان بدهی هم فقط سپرده داشته. فرض کنید مثلا بانک مثلا فقط سپرده داشته، اصلا سرمایه هم نداشت. بانک فروشنده هم همینطور. حالا بانک خریدار از هیچ پول خرج می‌کنه، پس وام جدید به وجود میاره. از اون طرف این مبلغ وام جدیدی که به وجود آورده به اندازه همون در حساب سپرده خریدار مسکن پول جدید به عدد جدید تایپ میکنه. خب در بانک فروشنده هیچ اتفاق نمیفته، اما در مرحله بعد چه اتفاق میفته؟ در مرحله بعد باید در بانک فروشنده مقدار سپرده جدید افزایش پیدا کنه. رفتر ببینید اینجا افزایش پیدا کرده بانک فروشنده. الان من دارم طرف متعددن طرف راست به این شکل خدمت رو نشون میدم. بانک فروشنده سپرده هاش به اندازه ارزش اون وام مسکن افزایش پیدا کرده. اما در طرف دارایی ها فروشنده چه دریافت کرده که این ترازنامه تراز بشود؟ در طرف دارایی ها بانک ذخایری از حساب ذخایر بانک خریدار گرفته. پس بخشی، پس ببینید بانک خریدار نمیتونه اون وام جدید رو منتقل کنه به بانک فروشنده. اسکناس مسکوت هم معمولا منتقل نمیکنه به بانک فروشنده، بلکه در بازار بین بانکی به اندازه اون وامی که خود خریدار ایجاد کرد، یعنی خود بانک خریدار ایجاد کرد، بانک خریدار روز بعد موظف است که از ذخایر خود به بانک فروشنده بدهد. همین قضیه باعث میشه که اگر یک تک بانک بخواد به صورت منفرد اقدام به سیاست انبساطی پول بکند شکست بخورد، اما اگر تمام نظام بانکی هر روز وام بده، یعنی بانک فروشنده و بانک خریدار هر دو سپرده هاشون رشد کنه، خیلی طبیعی است به مقداری که سپرده از بانک فروشنده به بانک خریدار میرسه در دراز مدت سپرده از بانک فروشنده به بانک خریدار برسد. این هست که مطالبی رو که ما مطرح کردیم مربوط به کل نظام بانکی بود، نه مربوط به یک بانک خاص. این را که به یک خدمتون توضیح دادیم، پس ذخایر، این ذخایر که اینجا ملاحظه می‌کنیم، ذخایر جدا شده و از بانک خریدار به بانک فروشنده می‌رسد. پس سپرده های بانکی که خریدار در آن حساب دارد کمتر از میزان دارایی ها خواهد بود. در نخستین حرکت بانک خریدار از طریق انتقال ذخایر با بانک فروشنده تسویه می کنند. اما با این کار بانک خریدار ذخایر کمتر و وام های بیشتری نسبت به سپرده های خود دارند. چنین وضعی احتمالاً برای این بانک مشکل زا خواهد بود. پس دقیق فرمودید اگر فقط یک بانک بخواد سیاست تهاجمی داشته باشه به سرعت ذخایرش تموم میشه. یا اگر بانک خواست مثلا به افرادی وام بده که تحت عنوان connected borrowers شناخته میشن، یعنی افرادی که مثلا پسر مدیر عامل بانک یه وامی هم میخواد بده، خب وام رو دوش فرد سنگینی میکنه. طبیعی است که اگر بانک وامی به پسر خودش میده مدیر عامل، وام رو میدهد که دیگه اینجا پس نگیرد. در چنین شرایطی در واقع بانک داره از محل ذخایر خودش پرداخت میکنه. بنابراین اگر بانک مرکزی واقعا بخواد نظارت کنه از اضافه برداشت هایی که در بازار بین بانکی شکل میگیره، بانک مرکزی میتونه متوجه بشه که کدام بانک به درستی
عملیات تسهیلات دهی رو انجام نمیدهم. کدام بانک هست که تسهیلاتی که داده بازگشت پیدا نمی کند؟ بنابراین شما تصور نفرمایید که پدیده ای مثل بانک سرمایه یک روزه به وجود آمده. سالیان سال این قضیه اختلاس ادامه داشته. چرا که ریسک بانک برای پاسخگویی و تسویه تمامی جریان های نقدی خروجی افزایش می‌یابد. در عمل بانک ها روزانه وام های زیادی مشابه چیزی که توصیف شد میدهند اعطا میکنند. فلذا اگر یک بانک همه وام های جدید خود را به این شیوه تأمین مالی کند، به زودی ذخایرش تمام میشود. از این رو بانک ها سعی میکنند بدهی هایی را که در قبال وام های اعطای خود حفظ بدهی هایی را در قبال وام های اعطای خود حفظ یا جذب نمایند. بنابراین بانک سعی میکنه از خروج سپرده از بانک جلوگیری کنه، یا سپرده جدید جذب کنه، یا اوراق مشارکت منتشر کنه، یا اقدام به افزایش سرمایه کنه. در عمل سایر بانک ها نیز وام های جدیدی میدهند و سپرده های جدید خلق میکنند. بنابراین یک شیوه برای افزایش میزان بدهی تلاش برای جذب برخی از این سپرده های تازه خلق شده توسط بانک های دیگر است. توسط بانک های دیگر، یعنی سپرده هایی که بانک های دیگر خلق کردن این بانک رو جذب کنه. این حالت یک حالت باثباتی در نظام بانکی است. همه با هم تسهیلات اعطا میکنند و همه بانک ها هم با هم اقدام به دریافت سپرده ها میکنند. در یک نظام بانکداری رقابتی چنین کاری مستلزم افزایش نرخ بهره پیشنهادی به سپرده گذاران است. با جذب سپرده های جدید بانک می تواند وام‌دهی خود را بدون تحت کشیدن ذخایر افزایش دهد. به بیان دیگر، یک بانک می تواند از سایر بانک ها وام بگیرد یا سایر شکل های بدهی را دست کم به صورت موقت جذب کند. خب اگر بانکی نتونه سپرده جذب کنه، می تونه در بازار بین بانکی از بانک دیگری در کوتاه مدت برای یک شب قرض کنه. ولی اگر این قضیه ادامه دار باشد، مثلا وضعیت بانک سرمایه، خب این نشون میده که مشکل داره این بانک. این کار چه از طریق جذب سپرده ها چه از طریق سایر بدهی ها باشد، بانک برای اینکه به گسترش فعالیت وام‌دهی خود ادامه دهد باید اطمینان یابد که انواعی از وجوه را جذب و مدیریت می کند. بانک باید وجوه جذب کند تا در بازار بین بانکی از نظر ذخایر یا از نظر سپرده در بازار بین بانکی دچار مشکل نشود. هزینه چنین کاری را باید با درآمد بهره انتظاری ناشی از وام هایی که بانک داده است سنجید، که هر دو نرخ به سطح نرخ بهره تعیین شده بانک مرکزی انگلستان بستگی دارد. پس ببینید، تمام مباحثی که ما صحبت کردیم همه با هم دیگه مربوط میشه. اگر بانک خصوصی باشه، در محیط رقابتی فعالیت کنه و بانک به دنبال سودآوری باشد، به سیاست گذاری پولی بانک مرکزی بسیار حساس خواهد بود و همین قضیه تعادلی رو در سیستم ایجاد میکنه. برای مثال اگر بانکی از یک سو با کاهش نرخ وام رهنی به جذب وام گیرندگان جدید و افزایش وام دهی روی آورده و از سوی دیگر از طریق افزایش نرخ‌هایی که بابت سپرده ها به مشتریان خود می‌پردازد به جذب سپرده های جدید ادامه دهد، ممکن است به زودی متوجه شود تداوم وام دهی برایش سودآور نیست. بنابراین رقابت بانک ها در دادن وام و جذب سپرده و اشتیاق به سود کردن، میزان قرض سپرده توسط آنها را محدود می کند. بانکی که بخواهد سودآور باقی بماند لاجرم باید ریسک رو کنترل کنه. لاجرم باید توجه داشته باشه به نرخ سودی که دریافت میکنه و نرخ سودی که پرداخت میکنه. بانک ها همچنین باید ریسک های مرتبط با اعطای وام های جدید را مدیریت کنند. یک شیوه مدیریت ریسک اطمینان از جذب سپرده های باثبات است تا با وام های اعطای جدید آنها همخوانی داشته باشد. یعنی نیاز به سپرده هایی است که برداشت مبالغ درشت از آنها بعید یا دشوار باشد. این موضوع یک محدودیت اضافی در برابر بانک هاست تا میزان وام‌دهی محدود شود. برای مثال، خب دقت کنید، اجازه بفرمایید ببینم من مسئله ریسک رو بسیار. من مسئله ریسک رو میذارم برای جلسه آینده. از خاطرتون باشه من تا اسلاید 101 خدمت شما این هرچه رسیدم که بخش بزرگی از فرازنامه شون
منجمد هست، یعنی ترازنامه سیار نیست، اونم بخشی هست که تسهیلات دادن. ولی بعدا متوجه شدن که میتونن تسهیلات رو بفروشند یا به صورت مستقیم تسهیلات رو میفروشند، مخصوصا تسهیلات وام مسکن رو. وام مسکن رو به شرکت های سرمایه گذاری بانک ها میفروشند و تنها یک حق العمل واسطه گری دریافت میکنند. یعنی در طی مثلا 30 سال آینده وجوهی رو از خریدار مسکن، از وام گیرنده دریافت میکنند، بخشی رو برای خود نگه میدارند و بخش دیگری رو اعطا میکنند به و بخش اصلی رو اعطا میکنند به سرمایه گذار در وام مسکن. خب از اونجا که تعداد سرمایه گذارانی که به یک تعداد وام خاص علاقه داشتن زیاد نیست، بانک ها اومدن کار دیگری کردن. ما این واسطه ای به وجود آوردن به نام اوراق متکی بر وام، متکی بر وام رهنی. این اوراق تحت عنوان اوراق چراغم روشن کنم بهتر شد این پست تر نمیشه روشن کنم اوراق متکی بر وام رهنی یا MBS. ببینید من اینجا خدمت رو مینویسم الان MBS رو. MBS MBS یعنی چی؟ Mortgage Backed Securities. Mortgage Backed Securities. Securities یعنی اوراق. Securities یعنی اوراق بهادار. سهام هم میگیم Securities. همیشه هم با S. یعنی ما Security نداریم در این مورد. اگر وقتی در مورد Securities صحبت شد، منظور وثیقه بانکی است. ولی Securities داریم. Mortgage Backed Securities یعنی اوراقی که متکی است بر وام‌های رهنی. اون وام هایی که من خدمت رو از کردم یک جا نگه میدارم موجود فهم بدید عواید حاصل از اون وام ها رو یک قسمت اندکیش رو بانک برای خودش به عنوان حق العملکاری بر میداره، به عنوان واسطه گری، به عنوان وظیفه‌ای که در واقع بانک باز هم بانک با مشتری در ارتباط هست، با وام گیرنده در ارتباط هست. فقط بفهمید برای این پولی که بانک دریافت میکنه یک قسمتش رو به عنوان هزینه این کار بر میداره، ولی بخش عمدهش رو منتقل میکنه حالا به خریداران اوراق. این باعث میشه که بانک یک پول یا یک پورتفول یا سبد از اوراق، ببخشید سبد از تسهیلات مسکن ایجاد کند و این اوراق جدید رو متکی کند به اون سبدی که از تسهیلات مسکن به وجود اومده. در بحران سال 2008 بعد به تدریج متوجه شدن که این در واقع بسیار سهم بالایی داره، یعنی این وام های رهنی مسکن مشکل دار خیلی تعدادشون زیاد و اوراقی که بر این مبنا بر این اساس منتشر شده تعدادش خیلی بالاست. علی‌رغم میلی که بانک مرکزی نمیخواست این اوراق رو بپذیره چون ریسکشون خیلی بالا بود، چون ریسک اعتباری داشتن، اینجاست که ما میگیم بانک مرکزی اقدام به کوالیتیتیو ایزینگ کرد. پس برخی از افراد به جای اینکه QE رو، یعنی QE رو ما چی می‌دونستیم؟ Quantitative Easing، درسته؟ ولی این دوستان گفتن نه، این متخصصان گفتن Qualitative Easing، یعنی تسهیل کیفی. یعنی قبلا بانک مرکزی می‌رفت اوراق خزانه دریافت می‌کرد، الان میره اوراق رو از بانک ها میگیره که اصلا معلوم چه هستن. حالا چون هم دیگر چاره دیگری نبود اگر نه بانک ها دچار مشکل میشده، یا باید بانک مرکزی خط اعتباری بدون وسیله در اختیار بانک ها قرار میداره، یا اینکه این مورگیج بک سکیوریتیز رو از بانک ها میپذیره. این هم در مورد MBS. اگر سوالی هست دوستان بیان بالا. آقای مقدم میخوان صحبت کنم، بفرمایید. صحبت خدا مستر من در مورد اوراق بدهی دولتی که قبلا فرمودین جلسه امروز حالا نبوده، بازم میگم دلیل این که اینا رو مردم میتونن برن بخرن برای چی هست؟ یعنی چه فایده ای داره براشون وقتی این قیمتش ای میره بالا؟ قیمت ثابت نداره موقعی که از دولت میخرن؟ نه قیمت ثابت نداره، ولی اگر در تا سررسید نگه دارن هم در رسید نداره، براشون مشخصه جریان نقدی این اوراق چیست.
بنابراین این افرادی که تا سررسید اینها رو نگه می‌دارند، این در واقع یک نوع اطمینانی به این نهادها یا به این افراد می‌دهد. پس بنابراین چه کسانی اقدام به خرید اوراق می‌کنند؟ کسانی که مشکل کشفلو دارند، کسانی که نیاز دارند در موعد خاص بدانند که چه مقدار کشفلو یا جریان نقد دریافت خواهند کرد. اونها چه مؤسساتی هستند؟ مشخصا سه نوع مؤسسه هستند که همواره علاقه دارند به خرید اوراق. مهمترینش مؤسسات تأمین اجتماعی است. یکی از مؤسساتی که خیلی مایل هستند به خرید اوراق مؤسسات تأمین اجتماعی هستند، چون باید به مستمری بگیران هر ماه حقوق بدهند. این مسئله هست. من با ازتون میکروفون ها رو میبندم. میکروفون آقای چیز رو آقای سالم رو من ببندم. پس یکی هست. بعد هم خانم صمدی صحبت. پس یکی مؤسسات تأمین اجتماعی هستند. دیگری بانک ها هستند. دیگری بیمه ها هستند. اینها به جریان نقدی خاص احتیاج، یعنی جریان نقدیشون نباید مورد خدشه قرار بگیره. مثل یک سرمایه گذار نیستن که میگه حالا اگر من امروز سود نکردم مهم نیست. بانک باید سود بده. شرکت بیمه باید خسارت رو جبران کنه. شرکت تامین اجتماعی بازنشستگی باید حقوق بازنشستگی ها رو بده. بنابراین جریان ریسک جریان نقدی برای اینها خیلی مهم است. اینها از خریداران عمده اوراق هستند. امیدوارم پاسخ داده باشم. خانم صمدی بفرمایید. وقتتون بخیر باشه. من در ارتباط با قدرت پولی که حالا در ارتباط با پولهایی که خارج از اون کشور ولی مربوط به اون کشور هستش سوال دارم، که شما یادمه در جلساتی فرمودید که اینا با عنوان یورو و اون پول خاص عنوان میشه. میخواستم بدونم این پولایی که عملا حالا تحت تاثیر سیاست های اون کشور نیستش چه تأثیری توی اقتصاد اون کشور داره و آیا قدرت پولی اون کشور مربوط به همین قدرت پولایی هستش که به عنوان یورو مثلا ین، یورو، دلار و حالا یورو یورو اینها هستش، یا اینکه کارکرد عملا من کارکرد این پولهایی که در ارتباط با یورو یورو حالا اون پول خاص هستش رو میخواستم ازتون توضیحش رو بدونم به چه صورت هستش و تأثیرش در اون اقتصاد به چه صورته؟ یورو، وقتی ما در مورد یورو یورو یا یورو ین یا یورو دلار در صحبت می‌کنیم، منظور یورویی هست که خارج از محدوده اتحادیه اروپا است، یا ینی که خارج از کشور ژاپن است، یا دلار آمریکا که خارج از کشور آمریکا است. اینکه پولی جهان روایی داشته باشه طبیعتاً به نفع کشور، چون باعث میشه که در واقع میشه اینجوری تصور کرد که تعادل بین خلق رشد خلق پول و رشد تولید رو به نحوی حفظ می‌کنه. اگر ما الان رشد نقدینمون خیلی بالاست، ولی این پولی رو که به وجود آوردیم مثلا در افغانستان هم مورد استفاده قرار بگیره، بنابراین تولید ناخالص ملی اون کشور افغانستان هم در واقع بخشی از قدرت خرید این پول رو جذب می‌کنه و این خودش خاصیت ضد تورمی داره. یعنی جهان روایی پول موجب به دلایل متعدد که بعضی خودتون میتونه حرف بزنید بالاخره تاثیر رو وجود میاره. یک آمریکایی داره که در دنیا خرید و فروش بکنه، هیچ وقت احتیاج نداره اصلا تبدیل ارز انجام بده. ارز خودش رو که از بانک دریافت کرده میذاره داخل کیف پولش رو میبره کشور دیگه، یا از کارت استفاده میکنه که با دلار هست. بنابراین جهان روایی پول هم راحتی زندگی رو افزایش میده، سطح رفاه رو افزایش میده و هم اینکه موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی میشه و افزایش مبادلات میشه. سوال بعدی آقای جلالی فرمودن آمریکا قیمت اوراق رو به قسمت‌های 32 تایی تقسیم میکنه. بله بله، این مقاله خوندم در باره این متوجه نشدم و همش هم یک قسمتی از نامه واشنگتن پست اشاره میکردم که به این طور به صورت خواهد. بله ببینید، قبلا کامپیوتر نبود و قیمت این اوراق رو به صورت 1/32 یا 1/8 در نظر میگرفتن. مثلا اوراق مونیسیپالیتی یا اوراق شهرداری در آمریکا
حداقلی که میتونه این نرخ تحلیل تغییر کنه یک هشتم هست. چرا؟ برای اینکه کامپیوتر نبوده محاسبه کنه، اینها میخواست محاسبات سریعتر داشته باشن، به این دلیل این کار انجام داد. بله، یعنی یک صدم نکردن، ولی در اروپا همون مبنای یک صدمی الان جریان داره. مثلا این سوال مثل این هست، شما بفهمید چرا ساعت هر ساعت 60 دقیقه از 100 دقیقه نیست. خب اون کسی که اول ساعت رو 60 دقیقه در نظر گرفته واقعا نمیتونه بفهمه چرا 100 دقیقه باید باشه. از نظر اون 60 دقیقه خیلی مناسب است. در اتحادیه اروپا به دلیل پول مشترک از سیاست گذاری بانک مرکزی اروپا نرخ بین بانکی در تمام کشورها یکسان است. بله، نرخ بین بانکی یکسان است، اما مشکل اینجاست که دولت‌ها وقتی اقدام به انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه می‌کنند باید به یورو این اوراق رو بفروشند و در واقع مانند این هست که همواره دولت‌ها از بدهی خارجی مجبورن استفاده کنند و بدهی داخلی در این کشورها مفهومی ندارد. این دلیل بحران یونان هست. من یک سوال دیگه پاسخ میدم بعد از خدمتتون اینجا مرخص میشم، ولی فردا بیشتر در خدمتتون هستم. به دلیل جهان روایی دلار میتوان گفت سیاست های پولی آمریکا نباید برای کشورهای دیگر عجیبی نیست که نه آقای عسکری بنده مفهوم صحبت میکنم، بلکه عرض کردم وقتی که بانک مرکزی سیاست گذاری پولی انجام میده نه بازار بین بانکیش تغییر میکنه، نرخ وام ها در داخل اقتصادش تغییر میکنه، نرخ وام ها در اقتصاد جهانی هم نرخ وام های دلاری تغییر میکنه، منتها نه به اون سرعت و با اون رابطه خیلی نزدیکی که سیاست بانک مرکزی به داخل کشور آمریکا منتقل میشه. بله، این هست که میتونه به صورت غیر طبیعی نرخ پول خود را پایین نگه داشته و مکانیزم پایین نگه داشتنش هم آنطور که من متوجه شدم اینطور است که چین به صورت گسترده تر آب و تفاوت تراز تجاری خود با آمریکا رو در اوراق ارزی دولتی آمریکا سرمایه گذاری میکنه. چرا آمریکا جلوی این کار رو نمیگیره؟ با این که اعتراض میکنه آقا جلوی آمریکا جلوش گرفت در دوران ترامپ، ولی اقتصاددانان مبرز مثل آقای استگلیتس معتقدند که این احمقانه ترین کار ممکن بوده. ببینید آمریکا در واقع چین، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. تجارت یعنی همین. الان شما اگر عراق بودید احتمالا به عنوان یک عراقی میگفتید چرا باید صادرات ایران به عراق رو ما محدود نکنیم؟ خب همین سوال شما در مورد آمریکا دارید انجام میدید دیگه. چرا آمریکا صادرات چین به کشور خودش رو محدود نکرده؟ چون سطح رفاه رو از طریق افزایش، از طریق کاهش قیمت کالا و خدمات وارداتی سطح رفاه رو افزایش داده آمریکا. هم به نفع چین هم به نفع آمریکاست. ولی کدوم کشور در بلند مدت برنده این در واقع این مبادله بوده؟ احتمالاً چین برنده این مبادله بوده، چون چین از طریق لرنینگ بای دوینگ بیشتر آموخته. وقتی شما یک کشوری هستی که 50 سال مثلا لباس از کشور دیگه وارد کردی، دیگه در کشور شما خیاطی نیست، دیگه در کشور شما صنعت نساجی وجود نخواهد داشت، بنابراین دیگه یادگیری هم نخواهد بود. یک زمانی پارچه انگلیسی و لباس انگلیسی بهترین لباس دنیا بوده، ولی الان دیگه فقط اسمی از این مونده. و در مقابل مثلا کشور پاکستان، کشور هندوراس، کشور بنگلادش، اینا صادر کنندگان و ترکیه صادر کنندگان عمده محصولات در دنیا هستن. البته ایران کاملا صنعت محصولاتش منهدم شده به خاطر بیماری هلندی. اینا سلام شاخص های اندازه گیری ریسک اعتباری بانک ها چه مواردی؟ ببینید هر شاخصی که در واقع وامی که بانک اعطا میکنه باز نگرده، این شاخص ریسک اعتباری است. بانک مرکزی چگونه میتواند برای این شاخص ها نظارت کنه؟ خب ما باید من سه تا دوره باید برای شما برگزار کنم در مورد تسهیلات اعتباری. یعنی من درس رو میدادم به نام Banks Lending and Securities یا وسایل و تسهیلات بانکی که حدود 40-50 ساعت آموزش. حالا اگر خواستید من میتونم به خدمتتون، منتها باید تعداد کافی افراد باشند که ما این دوره رو برگزار کنیم. ولی پاسخ سوال شما یک پاسخ یک جمله یک کلمه ای نیست. من بعدا ان شاءالله در خدمتتون هستم.
بفرمایید آقای، حالا دو تا از دوستان دستشون بالا کردن. اولی آقای کی هستن؟ آقای شهبازی هم؟ آقای متقی هم؟ آقای متقی بفرمایید، من بیکروفون شما فعال کردم. آقای متقی بفرمایید. سلام، خسته نباشید. صدای منو داری؟ سلام علیکم، شما خسته نباشید. بفرمایید سریعتر، من باید کلاس رو متوقف کنم. حالا سلام استاد. بفرمایید من متوقف. استاد میخواستم یه سوال ازتون بکنم. اگر یه بانکی به صورت تهاجمی اقدام به تسهیلات بکنه و در معوض اون در نتونه از بانک مرکزی ذخایر دریافت کنه و سود تسهیل سود سپرده هاشو بالا ببره، این بالا بردن سود سپرده ها منتج به رکود میشه و این رکود خودش باعث میشه که تسهیلاتی که داده بر نگرده و نکول بشه. آیا این اتفاق میفته؟ سوال قبلی این بود که اگر بانک سپرده ها رو افزایش بده چه اتفاق میفته؟ موجب رکود میشه؟ بله، قطعا موجب رکود میشه، موجب کاهش سوداوری بانک ها میشه. یعنی ببینید، این پانزی گیم هست، این وضعیتی هست که بانک ها یعنی خسارت عمده هم به خودشون میزنن، هم به اقتصاد کشور میزنن. بنابراین این سیاست که ما از طریق کنترل رشد پای پولی بتونیم تورم رو کنترل کنیم، سیاست خیلی معقولی نیست، سیاستی هست که خیلی محدود میشود اجرا کرد. اما سیاستی که شما تغییر نرخ بازار بین بانکی بدهید و از این طریق سعی کنید تورم رو کنترل کنید، سیاست موفقی بوده که در دنیا انجام شده. بنابراین مجدداً عرض می‌کنم این یک نوع هدف گذاری کلهای پولی است که شکست خورده. این سیاست گذاری بفهمید.